سوال 61 میگه اگر اف ایکس این تابعی که میگم باشه طول پار خطی که توابع اف او اف وارون و اف وارون او اف رو بر هم در آن بر هم منطبق است کدام است ببینید چه سوال قشنگیه که راجع به اف او اف وارون و اف وارون او اف داریم صحبت می کنیم خود اف هم داریم نکته ای که باید, باید در این سوال بهش دقت کنیم اینی که خود اف ایکس به هر حال یه تابع رادیکالیه درسته من میتونم تابع رادیکالی اف رو رسم کنم چرا چون مثلا رادیکال ایکس دو تا اومده سمت چپ این منفی دو یک منفی خورده اومده پایین یه دونه رفته بالا یعنی این تابع رادیکالی منه خب یعنی این اف ایکسیه که من دارم چیزی که ازش میتونم بفهمم اینه که دامنش دامنه اف از منفی دو تا مثبت بی برد اف هم از منفی بی نهایت تا یک بسته است حالا ببینیم اینا به چه درد من میخورن وقتی میگه طول پاره خطی که تابع اف وارون اف او اف وارون X بچه ها قبول دارید که این ایکس اول باید وارد اف وارون بشه دیگه درسته پس اگر قرار وارد اف وارون بشه باید ایکس عضو دامنه اف وارون یا همان برد اف باشه برد اف یعنی از منفی بینایت تا یک رو میپذیره من که میدونم حاصل کل این میشه یک مساوی X یعنی تابع همانی میشه منطقه تابع همانی که من نهایتا تا یک میتونم اینو پیش ببرم یعنی همون ایگر مساوی ایکسیه که نهایتا تا عدد یک قرار بیاد و یک و یک رو به من بده به قبلش قابل قبول دیگه به بعدش رو نمیگیره چرا؟ چون x عضو دامنه ای اف وارونه قشنگی سوال اینجاست حالا اف و اف ایکس چی جوریه؟ این ایکسه باید عضو دامنه ای اف باشه عضو دامنه اف یعنی منفی دو به بعد رو میگیره بنابراین من اگر نمودار این رو بخوام بکشم منهای دو منهای دو مگه من نمیشه نمیساز رو به اول سوم یعنی این خط دیگه درسته این تابع من این شکلیه از اینجا به بعده حالا میگه طول پاره خطی که این دوتا بر هم منطبقن ببین کجا نمودار با نمودار بالایی یکسان هستش از اینجا یکسانه تا کجا تا یک مساوی چند x و y مساوی یک دیگه درسته یعنی من از اینجا که یک و یکه تا منفی دو منفی دو یه قسمتی از نمودار رو دارم که توی این قسمت هر دو تا تابه یا هر دو تا نمودار روی همدیگن هم. چون اون یکی یک به بعد رو نمیگیره این منفی دو به قبل رو نمیگیره بنابراین طول پاره خطش رو گفته دیگه طول پاره میشه فاصله دو تا نقطه از هم دیگه قبول دارید هندسه تحلیلی این آ این بیه نقطه آ چند و چند بچه‌ها یک و یک نقطه بی منهای دو منهای دو بنابراین طول پار خط آبی بچه ها چی میشه؟ میشه رادیکال تفاضل ایگریک 9 و 9 18 18 میشه 3 تا رادیکال 2 که گزینه 2 هستش